هموطنان عزیز، با سلام و درود، من حسن دایی خوشحالم که یک بار دیگه در خدمتتون هستم. در تابستان 2002 یک گروه اپوزیسیون ایرانی برنامه هسته‌ای مخفی جمهوری اسلامی را علنی کرد و جهان و مردم ایران با ابعاد گسترده این برنامه که نزدیک به 16 سال مخفی مانده بود آشنا شدند. آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بلافاصله از رژیم ایران درخواست توضیح کرد و پس از چانه‌زنی‌های فراوان و طولانی، سرانجام 6 ماه بعد در فوریه 2003 مدیر کل آژانس البرادعی به همراه بازرسان موفق شدند تا به ایران بروند و از این تأسیسات دیدن کنند. بازرسان آژانس از همان دقایق نخست که به مرکز غنی‌سازی نطنز رفتند، متوجه شدند که سانتریفیوژهای ایران بر اساس مدلی ساخته شده که عبدالقادر خان، پدر بمب هسته‌ای پاکستان، در دهه 70 میلادی از هلند سرقت کرده بود و با استفاده از اون بمب اتمی پاکستان رو با موفقیت تولید کرده بود. He said that we have developed this all by ourselves. This is a genuine Iranian centrifuge. I also went into the workshops. Now in the workshops they had a model of a centrifuge which they said was an indigenous designer centrifuge. However, when I walked into the room, I recognized it within 10 seconds as the Dutch design of centrifuge that I had known in the 1970s. It was based upon the technology acquired by A.Q. Khan from when he was in the Netherlands. با فشار آژانس و ارائه مدارک غیر قابل انکار، جمهوری اسلامی اعتراف کرد که بخش عمده تجهیزات هسته‌ای رو از عبدالقادر خان خریده. Chemical analysis showed the centrifuges could not have been built in Iran. Conclusion: the Iranians were lying. Then they had to do a hard choice, and they decided to go for explanation. And this, then the story started to unravel, because then they said that actually it was not entirely genuine. We had got technology from abroad. Iran's nuclear program, much of it wouldn't exist if it weren't for the A.Q. Khan network. All of the technology for the centrifuges came straight from the A.Q. Khan network. به این ترتیب شبکه عبدالقادر خان که به کمک دولت پاکستان یک سوپرمارکت هسته‌ای به راه انداخته و به ایران، کره شمالی و لیبی تجهیزات لازم برای ساخت بمب هسته‌ای فروخته بود، برملا شد. چگونه پاکستان توانست به بمب هسته‌ای دست بیابه و چرا و چگونه عبدالقادر خان امکانات هسته‌ای پاکستان رو به جمهوری اسلامی فروخت؟ در گزارش امروز با تکیه بر اسناد رسمی آژانس هسته‌ای و دیگر اسناد معتبر، داستان هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی و نقش عبدالقادر خان رو مرور می‌کنیم. عبدالقادر خان یک پاکستانی است که در اروپا تحصیل کرد، دکترای متالورژی گرفت و از سال 1972 در حالی که با سرویس‌های جاسوسی پاکستان رابطه داشت، در یک شرکت معروف غنی‌سازی اورانیوم در هلند به نام یورنکو مشغول به کار شد. از اورانیوم غنی شده میتوان برای مصارف علمی و پزشکی و سوخت در نیروگاه هسته‌ای و تهیه انرژی صلح‌آمیز استفاده کرد. ولی اگر اورانیوم نزدیک به 90% غنی شود، می توان از آن برای ساخت بمب هسته‌ای استفاده کرد. عبدالقادر خان 3 سال برای یورنکو کار کرد تا اینکه در سال 1975 نقشه های ساخت سانتریفیوژ های غنی سازی و لیست کمپانی های فروشنده تجهیزات هسته‌ای را از شرکت یورنکو سرقت کرد و به پاکستان گریخت. عبدالقادر خان با حمایت کامل ارتش و دولت پاکستان مرکز هسته‌ایش رو به راه انداخت و ساخت بمب اتم رو شروع کرد. سرویس‌های اطلاعاتی غرب
از سرقت عبدالغنی خان با خبر شده بودند و کمابیش فعالیت‌های وی در پاکستان را زیر نظر داشتند و دولت آمریکا هم به دولت پاکستان برای توقف این برنامه هشدار می‌داد. اما از سال 1978 آمریکا نگرانی در مورد برنامه هسته‌ای پاکستان را فراموش کرد، زیرا دغدغه و مسئله استراتژیک دیگری داشت که برایش بسیار مهمتر از بمب اتمی پاکستان بود. با کودتای کمونیستی در افغانستان در سال 1978 و سپس اشغال این کشور توسط شوروی، جغرافیای سیاسی منطقه تغییر کرد و دغدغه و نگرانی اصلی غرب و در رأس اون آمریکا مبارزه و شکست دادن شوروی با استفاده از گروه‌های جهادی مسلمان یا مجاهدین افغانستان شد. همون استراتژی که به کمربند سبز معروف شد. طراح این استراتژی برژینسکی، مشاور امنیت ملی جیمی کارتر بود که مبارزه با کمونیسم و بلوک شرق رو مهمترین هدف آمریکا میدونست. US National Security Advisor Brzezinski flew to Pakistan to set about rallying resistance. On the Afghan border near the Khyber Pass, he urged the soldiers of God to redouble their efforts. We know of their deep belief in God, and we are confident that their struggle will succeed. That land over there is yours. You'll go back to it one day, because your fight will prevail, and you'll have your homes and your mosques back again, because your cause is right, and God is on your side. In strategy, در دوره ریاست جمهوری رونالد ریگن با شدت بیشتری ادامه پیدا کرد. پاکستان سرپل، سازمانده و هماهنگ کننده اصلی مبارزه با شوروی در افغانستان شد. همه کمک‌های مادی و نظامی غرب از طریق پاکستان به دست مجاهدین افغانستان می‌رسید. هزاران بنیادگرای اسلامی از کشورهای مختلف به پاکستان می‌آمدند تا برای جهاد با کمونیسم به افغانستان اعزام شوند. در چنین فضایی آمریکا تصمیم گرفت تا چشم خود را روی تلاش‌های پنهان هسته‌ای عبدالقادر خان ببندد. Brzezinski sought the help of General Zia-ul-Haq, Pakistan's military ruler. General Zia had a bad human rights record. He was developing a nuclear bomb. He had failed to curb drugs trading. Now, the Americans set aside their displeasure. I think we had a double standard with respect to the Pakistanis, and we knew that there were big problems with drugs and that there were big problems with nukes, and we were prepared in various ways, in any way that we had to turn Nelson's eye to those problems, as long as the Afghan resistance was being supported via the government of Pakistan, and that's what we did. پاکستان و عبدالقادر خان که احساس امنیت کامل می‌کردند، تلاش‌های خود برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را افزایش دادند. طبق گزارشات رسمی دولت‌های غربی، عبدالقادر خان وارد معامله با کره شمالی شد تا در ازای فروش تجهیزات غنی‌سازی اورانیوم به این کشور، موشک‌های مورد نیاز برای حمل سلاح‌های هسته‌ای پاکستان را دریافت کند. از همه مهم‌تر، عبدالقادر خان با دولت چین وارد گفتگو شد. چین که در آن زمان به پاکستان به چشم متحد خود و سدی در مقابل شوروی و هند نگاه می‌کرد، طرح کلاهک هسته‌ای رو در اختیار عبدالقادر خان گذاشت. این همان طرحی است که بعدها وی به جمهوری اسلامی و لیبی به مبلغ گزاف فروخت. سرانجام در ماه می 1998 عبدالقادر خان اولین انفجار هسته‌ایش رو در زیر کوههای غرب این کشور با موفقیت انجام داد. در 13 آبان 1358، یعنی یک سال پس از انقلاب، عده‌ای از دانشجویان هوادار روح‌الله خمینی
سفارت آمریکا در تهران رو اشغال کردند و دیپلمات‌های آمریکایی رو نزدیک به 15 ماه به گروگان گرفتند. این اولین تجربه رژیم ایران در گروگانگیری بود. به این کودک یعنی گروگانگیری باید جفت دیگرش یعنی تروریسم هم اضافه می‌شد تا ابزار اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی تکمیل شود. این کار با راه اندازی حزب الله لبنان به طور جدی به راه افتاد. در 1362 وابستگان رژیم ایران در لبنان با دو حمله تروریستی به مرکز خوابگاه نیروهای آمریکایی و فرانسوی صدها تن از آنان را کشتند. به دنبال اون نزدیک به 10 سال حزب الله لبنان آمریکاییان، فرانسویان و دیگر اتباع غربی را در لبنان به گروگان می‌گرفت و جمهوری اسلامی برای آزادی آنان به معامله و بازگیری می‌پرداخت. دولت رونالد ریگن در آمریکا برای بدبستان و آزادی گروگان‌های آمریکایی در لبنان وارد گفتگو با رژیم ایران شد. این گفتگوهای پنهان به شکل‌گیری و تقویت جریان مماشات در آمریکا کمک کرد. محافل طرفدار مماشات که به دنبال سازش و همکاری با رژیم ایران بودند، می‌گفتند که آمریکا بایستی نیازهای نظامی رژیم ایران در جنگ با عراق مثل موشک‌های ضد تانک و قطعات هواپیماهای جنگی را تأمین کند تا رضایت جمهوری اسلامی جلب شود و بدین ترتیب هم گروگان‌های آمریکایی آزاد شوند و هم زمینه‌های تفاهم و بهبود روابط بین دو کشور فراهم شود. در همین راستا یعنی پیدا کردن راه‌های تفاهم و سازش با رژیم ایران در 1364 مکفارلن مشاور امنیت ملی ریگان و سرهنگ آلیور نورس با یک هواپیما پر از درخواست‌های نظامی رژیم ایران به تهران رفتند. این گروه از طرف ریگان یک انجیل امضا شده و همچنین یک کیک به نشانه دوستی و محبت با خود به تهران آورده بودند. این داستان یعنی سفر مکفارلن به ایران و بدبستان‌های تسلیحاتی بین رژیم ایران با شیطان بزرگ مخفی ماند تا اینکه مهدی هاشمی برادر داماد آیت الله منتظری این داستان رو به روزنامه لبنانی اشرا لو داد و در 12 آبان 1365 که نوامبر 1986 است این روزنامه گزارشی در این باره منتشر کرد. بلافاصله این داستان که به ایران گیر معروف شد به یک افتضاح بزرگ در آمریکا تبدیل کردید و ریگن و مسئولین دولتی مورد بازخواست قرار گرفتند. مکفارلن برکنار شد و الیور نورس هم به زندان محکوم شد. در داخل ایران رژیم برای جلوگیری از افتضاح مهدی هاشمی را دستگیر، محاکمه و اعدام کرد. در خاطرات روزانه رفسنجانی در سایت شخصیش در چند جا اشاره کوچک به سفر مکفارلن و این معاملات پنهان شده. مثلا در 16 آبان 1365 میگوید حاج احمد آقا آمد. از شیوع خبر سفر مکفارلن به ایران به گونه انحرافی نگران است و پیشنهاد داشت که آن را به گونه واقعی که برای ما پیروزی است و برای آمریکای خفت و شکست مطرح کنیم پیش از آن که دشمنان سوء استفاده کنند. قرار شد فردا شب جلسه سران منزل ما باشد و موضوع بحث هم همین باشد. یا در کتاب خاطرات آیت الله منتظری که در سایت خود ایشون هست به ماجرای مکفارلن و خرید اسلحه اشاره شده و من جمله میگوید مأمور خرید اسلحه هم یک نفر به اسم محسن کنگرلو یکی از اعضای سپاه بوده. او واسطه بوده که منوچهر قربانیفر برای آنها اسلحه و قطعات خریداری کند. این اسلحه و قطعات را آمریکا داشته و آمریکا می‌خواسته بدین وسیله با ایران رابطه برقرار کند. بعد از اینکه این نامه ها دست من رسید تازه فهمیدم که یک چنین جریان و قرارداد و ارتباطاتی بوده و مکفارلن و هیئت آمریکایی با قربانیفر به تهران آمدند و سلاح آوردند. بالاخره چون اینها حرفشان شده بود من فهمیدم که چنین قضیه ای هست و در این میان معلوم شد پای اسرائیل هم در میان بوده است و اصلا اشکال من این بود که چرا باید کار به جایی برسد که ما خواسته باشیم با اسلحه اسرائیلی با عراق بجنگیم. حال به عبدالقادر خان و برنامه هسته جمهوری اسلامی برگردیم. اکثر این بدبستان‌های مالی برای خرید اسلحه بین آمریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی از طریق یک بانک پاکستانی اماراتی به نام BCCI انجام می‌شد. این بانک
که توسط یک پاکستانی به نام آقا حسن عابدی از نزدیکان دولت پاکستان و عبدالقادر خان تأسیس شده بود، به خاطر تقلبات مالی گسترده‌ای که انجام داد، به عنوان بزرگترین مرکز پولشویی و فساد مالی در قرن گذشته لقب گرفت. در سال 1991 کشورهای غربی شعبات این بانک را بستند و بانک ورشکست و تعطیل شد. سازمان سیا از این بانک برای حمایت از مجاهدین افغانستان استفاده می‌کرد. We know to a certainty that the bank had certain links to the CIA in that the CIA used it as a conduit bank for CIA accounts. The bank was a conduit for funding to the Mujahideen. ارتش پاکستان از این بانک برای پولشویی میلیاردها دلاری که از فروش هروئین افغانستان به دست آورده بود استفاده می‌کرد. عبدالقادر خان هم این بانک را برای خرید تجهیزات هسته‌ای از فروشندگان بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌داد. Evidence that BCCI, known as the Bank of Crooks and Criminals International, was involved in financing Pakistan's atomic weapons program comes from these documents uncovered by Canadian authorities. They pinpoint BCCI's involvement in a deal to come up with more than $333,000 for the purchase of special metal alloys needed to build machinery to process enriched uranium for nuclear bombs. عبدالقادر خان که دوست نزدیک آقا حسن عابدی رئیس بانک بود، از بدبستان‌های پشت پرده آمریکا با رژیم ایران و فروش تسلیحات اطلاع داشت. در چنین فضای مسموم که همگی به خرید و فروش اسلحه، مواد هسته‌ای و هروئین مشغول بودند و بنیادگرایان اسلامی به متحدین غرب تبدیل شده بودند، عبدالقادر خان که احساس مسئولیت کامل می‌کرد به دبی رفت و با تایید مقامات امنیتی و نظامی پاکستان یک شبکه بزرگ بین‌المللی برای فروش تجهیزات هسته‌ای به راه انداخت. مشتریان اصلی این سوپرمارکت هسته‌ای جمهوری اسلامی و لیبی بودند. در اوگست 2002 یا تابستان 1381 در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی، شورای ملی مقاومت یک گروه مخالف دولت ایران در یک کنفرانس مطبوعاتی عکس‌های ماهواره‌ای از تأسیسات نطنز و عراق را ارائه داد و برنامه مخفی هسته‌ای جمهوری اسلامی را افشا کرد. پس از چانه‌زنی‌های زیاد، محمد البرادعی رئیس آژانس و هیئت بازرسان در فوریه 2002 یعنی 6 ماه بعد به ایران رفتن. The inspectors were taken to a conference room and presented with details of the enrichment program. The Iranians claimed they had nothing to hide. He said that we have developed this all by ourselves. We have used certainly all public information which was available. The project had lasted 5 years and basically used internet, etc. And that's what you see, and this is a genuine Iranian centrifuge. I went into the pilot plant. I also went into the workshops. Now, in the workshops, they had a model of a centrifuge which they said was an indigenous designer centrifuge. However, when I walked into the room, I recognized it within 10 seconds as the Dutch design of centrifuge that I had known in the 1970s. It was based upon the technology acquired by A.Q. Khan from when he was in the Netherlands. در جریان بازدید البرادعی از مسئولین ایرانی در مورد گزارشاتی که از طرف اپوزیسیون ایرانی در مورد غنی‌سازی در ساختمان شرکتی در تهران به نام کالای الکتریک انجام گرفته سوال شد. مسئولین ایرانی نخست می‌گفتند که اینجا فقط ساعت تولید می شود. اما با اصرار مقامات آژانس گفتند که در این محل فقط سانتریفیوژ ها ساخته شده، اما هیچ غنی سازی انجام نگرفته است. سرانجام پس از چانه زنی های سخت، دولت ایران با بازدید و نمونه برداری از این مرکز در ماه اوگست یعنی 6 ماه بعد موافقت کرد. Suspecting the Iranians were not telling the truth about where they had obtained their centrifuge technology, the inspectors visited other sites.
The Iranians claimed that this was just an old watch factory. Their investigation was to reveal far more. There were boxes and cartons piled up against the windows and piled up against the doors. And very strangely, the janitor could not find the keys for these buildings. And we realized that some parts of the building had been totally renovated. So old ventilation system had been taken out. New nice tile floors and walls were in place. The swipe samples later revealed traces of uranium. The site Kalai had been used for attempted enrichment. But far more worrying, chemical analysis showed the centrifuges could not have been built in Iran. Conclusion: the Iranians were lying. Then they had to do a hard choice. Either stick to their previous explanations and just say, we don't know where it comes from, or you come with the explanation. And they decided to go for explanation. And this, then the story started to unravel, because then they said that actually it was not entirely genuine. We had got technology from abroad. To the astonishment of the inspectors, the Iranians confessed. They had held a series of meetings with the Khan network starting 16 years before in Dubai in 1987. اجازه بدید با تکیه بر اسناد آژانس و گزارشات رسمی در آمریکا و اروپا و همچنین بازجویی از شبکه عبدالقادر خان، گاه شمار روابط رژیم ایران و عبدالقادر خان، پدر واقعی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو مرور کنیم. در 14 ژانویه 1986، علی خامنه‌ای که در آن زمان رئیس جمهور بود، به همراه یک هیئت نظامی سیاسی به پاکستان رفت. در آن زمان ژنرال ضیاءالحق رئیس جمهور پاکستان بود. و یک اسلامگرای متعصب بود که وجوه مشترک زیادی با جمهوری اسلامی داشت. خامنه‌ای با مقامات نظامی و انرژی هسته‌ای پاکستان برای همکاری هسته‌ای به توافقاتی دست یافت و در نتیجه یک ماه بعد عبدالقادر خان به ایران رفت و قرار شد که تعدادی از ایرانیان برای آموزش به مرکز هسته‌ای پاکستان بروند. طبق اعترافی که جمهوری اسلامی به آژانس هسته‌ای کرده، یک سال پس از سفر خامنه‌ای به پاکستان در اوائل 1987، رژیم ایران اولین خرید خود از نمایندگان عبدالقادر خان رو در دبی انجام داده و طرح ساخت سانتریفیوژهای پیوان رو دریافت کرد. این شروع بربستان‌های رژیم ایران و شبکه عبدالقادر خان بود که نمی‌توانست بدون تایید مقامات نظامی و امنیتی پاکستان باشد. طبق اعتراف رژیم به آژانس، تأسیسات UCF اصفهان نیز بر اساس مدلی که عبدالقادر خان به ایران فروخته بود ساخته شد. به اعتراف رژیم، بین سالهای 1994 تا 1996 نسل دوم سانتریفیوژهای P2 را از عبدالقادر خان خریداری کرد که بر اساس آن سانتریفیوژهای IR2 را ساخته. عبدالقادر خان تجهیزات لازم هسته‌ای را از اروپا می‌خرید، سانتریفیوژها را در مالزی تولید می‌کرد و از طریق دبی به ایران می‌فرستاد. در دهه 90 میلادی، ضمن اینکه خریدهای کلان رژیم از عبدالقادر خان ادامه داشت، کارشناسان هسته‌ای ایران در مرکز هسته‌ای پاکستان آموزش می‌دیدند. In late 2005, IAEA inspectors are looking through some documents in Tehran. They find one set of documents which is particularly interesting. It's a set of documents on how to cast uranium metal into a sphere. Now, what's unusual about this is something you only really need to do if you're making a nuclear bomb. And these documents bear very close similarities to some of the documents that came out of Libya that had been found in the Good Looks Taylor bag. They actually look like they come from the same family, the same set of documents. افشای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و نقش عبدالقادر خان باعث شد تا کشورهای غرب و به ویژه آمریکا از خواب بیدار شوند و بزرگترین اشتباه سیاسی و اطلاعاتی خودشان را ارزیابی کنند. بخش عمده تأسیسات هسته‌ای رژیم ایران در زمان محمد خاتمی ساخته شد. در این دوره جمهوری اسلامی که ژست اصلاح طلبی و گفتگوی تمدن‌ها را گرفته بود، از رادار غرب خارج شده و حساسیت در مورد فعالیت‌های هسته‌ایش کاهش یافته بود.
با افشای برنامه هسته‌ای، سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا گروه کاری ویژه‌ای برای نفوذ و انهدام شبکه عبدالقادر خان به راه انداختند و در نتیجه کارگاه تولید قطعات سانتریفیوژ و در مالزی رو تحت کنترل درآوردند و در دسامبر 2003 یک کشتی که قطعات سانتریفیوژ ها را به لیبی می‌برد توسط مقامات ایتالیا توقیف شد. بدین ترتیب دولت قذافی مجبور به اعتراف شد و در توافقی که با آمریکا کرد برنامه مخفی هسته‌ایش را به طور کامل تعطیل کرد. This evening, Colonel Gaddafi has confirmed that Libya has now declared its intention to dismantle its weapons of mass destruction completely. بسیاری از سانتریفیوژها و تجهیزات هسته‌ایش را به آمریکا تحویل داد. پاکستان که با افتضاحی بزرگ روبرو شده بود برای پوشاندن نقش ارتش و دولت در شبکه عبدالقادر خان وی را مجبور کرد که در تلویزیون اعتراف کند و پوزش بخواهد. فردای آن روز رئیس جمهور پاکستان پرویز مشرف به خانه عبدالقادر خان رفت و وی را بخشید. دولت پاکستان مدعی شد که عبدالقادر خان تحت مراقبت خانگی قرار گرفته است. هدف اصلی این اقدام این بود که خبرنگاران با وی تماس نگیرند و بخصوص ماموران اطلاعاتی و سیاسی آمریکا که خواهان بازجویی و توضیح از عبدالقادر خان بودند با مانع روبرو شوند. شبکه عبدالقادر خان در دبی و مالزی از هم پاشید، اما سوالات بسیاری در مورد فعالیت‌های این شبکه، نقش دولت پاکستان، چشم پوشی سازمان سیا بر فعالیت‌های این شبکه و همچنین سرنوشت ده‌ها شرکت و کشوری که به طور پنهان به خرید و فروش تجهیزات هسته‌ای مشغولند بی جواب ماندند. یکی از مهمترین سوالات که بدون پاسخ مانده این است که چرا برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و بلوچستان با عبدالقادر خان نزدیک به 16 سال مخفی ماند و سرویس‌های اطلاعاتی غرب چشم‌ها و رادارهای خود را به سوی دیگری هدایت کرده بودند.